ترم خیلی سر خودم رو شلوغ کردم، خیلی واحد برداشت. ای آقا جونم سر دختر من. سلام عمو جان، خوبی؟ خسته نباشی. خوب هستی؟ بله چطوری؟ خوش اومدی. چقدر خوش دوست دید جاست. بابا جون کمک کن، کاسه ها رو الان مهمون میاد، بهم بده من آش بده. مهمون داری؟ آره دیگه، همین مدیر جدید دیگه، خیلی زن فهمیده ای ازش، گفته همه بیان اینجا آش بخورن به حسابش. این خانمه که داشت سخنرانی میکرد بهت گفتم، گفتم این خانم مدیر جدیدتونه. آره خب کاسه بگیر. آش پشت پا بهش دادی؟ آره میگن خیلی هم تو کارش جدی. آقا به نظر میاد که من دیدم خیلی خیلی خانم خوبی باشه. چیا میگو؟ هیچی بابا، همه حرفایی که میزنن میان روز اول ریاستشون، بعدش هم یادشون میره. این که دیگه زنه، من فکر نکنم اصلا کاری به دیگه. همونجا چرا اینجوری میگین؟ مگه خانوما چشونه؟ شما چند تا کشور میخوای من براتون نام ببرم که پستای مدیریتی خیلی بالایی رو خانوما دارن؟ چند تا مختر و کاشف خانوم میخوای براتون نام ببرم؟ چند تا ورزشگاه براتون بگم که مدارای طلا گرفتن خانوماشو؟ چند... بابا تربت بابا، یه ذره نفس بکش. شما غلط کردم بابا، من حرفم پس میگیرم. بیان دو خانوم. نه دور از جون خفه داری میشه. خب یه دونه خازم بگیرم، بده من یه آشون، بعدا آشون بکنی. بیا کمک زهر، بیا کمک زهر. چه کاری بود؟ بده 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 گندم گندم هم کشک و سیرداغ و پیازشو میده. بده من زری بشه، زری بشه. بیا اون رفیقه بار من سفر هم آماده بکن. بیا بریش بچه پاسه بعدی بود. خودش الو سلام آقا فرید، شما ای؟ بله من در خدمتم، خواهش میکنم. انجام شد، خیالتون راحت. این دفعه دیگه من شیر شیرم. آره خیالتون راحت باشه. بله بله، من دو ساعت دیگه میام خدمتون دفتر، عکس‌ها رو میارم. آخه خب باید چاپ بشه دیگه. بله چشم، خیلی ممنون. با اجازه، قربون شما. زیاد نیست، یه ذره بیام. شما هم دختر آقا کریم هستین؟ من دوست هستم ارجونم. البته مثل دخترم میمونه. ایشون هم که هم دیگه که مسلدر هستی دختر بنده هست، نسیم سحری. ببخشید دیگه انقدر همه چی هرد و لکی شد، نشد خدمتتون درست عرض ادب کنم. چه دختر با کمالاتی. آفرین که انقدر به پدر کمک میکنی. این آشو شما میپزین؟ نه من شاگرد آقا جونم، با هم آشو میپزین. واقعا خوشمزه ترین آشیه که تا حالا خوردم. نوش جانتون، نوش جانتون خانم مولی. آش بنده خیلی طرفدار داره، اصلا لذت میکنم. حساب داده یه هیز دو زرم داره. البته سبزی آشم هر روز سازد خانم مولی. ایشون هم دخترم که بازرس بنده هستن. یعنی هی ایراد میگیره، میگه بابا این نخود نپخته، این رشتش کوتاست. ببخشید خانم، یه لحظه. خواهش. دوست دارین خانم؟ بسیار عالی، خیلی خوش. اگه چیزی نیاز داشتید بگید من بهتون. متشکرم، خیلی ممنون. میشه جان. آخه مری سایی من به تو چی بگم؟ آشو بزن تو میشه که دور خودت بچرخی. این همه عقرب برداشتی آوردی که چی بشه؟ دخترم اگه ببینه ذره ترک میشه. قربون شکل چی کاوت میکردم، برداشتم بردم انسی تو دیدن در اونجا بس هست، گفتم برداری بذاری تو چرخه تو وازش کنم. تازه همچی میگی این همه عقرب؟ انگار هزار تا عقربه، صد تا دونه عقربه. اصلا پنج تا دونه باشه الان نمیشه، الان اوضاع خیته. خودت که میدی چقدر جمعیت اونجا بسره. برو یه دور بزن تو پارک، بعدا خودم میارم. قربونت برم، تو بمیری اصلا راه نداره. خودت بمیری، از خودت مایی بذار. بابا به جون تو میگم نمیشه. به جون عمه. بابا به جون خودم. حالا شو عجله دارم قربون شکله. خیلی خوب، یه بری بری یه کاری میتونم بکنم. یه بری. خیلی خوب، بفرما چی کار باید بکنیم؟ دهنت ببندی داخل. چش دهنه اصلا لال میشم. خوبه؟ خوبه. 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 خوبه
خدمتیره کردی؟ بله کش بری فره خانم مدیر ببخشید آقای، این دوست من منو صدا در یه کار واجبی داشت، سر یه مسئله مهمی، اینی که از این مذارب میخوام اگه تناتون گذاشتم با آقا جمشید هستن دوست هستن کچک شما جمشید شکارچی البته آملیم شکارچی نیستا، شغلم شکارچیه. چه شغلی؟ البته ایشون از اون شکارچیایی که شما فکر می‌کنی نیستن ها. ایشون کارشون اینه که گرفتن مار رو با عقرب سمی هستش. اونا رو زنده می‌گیره، برمی‌داره می‌بره آزمایشگاه میده. انسیتو. آره همین آسپتو. اونجا میده تو آسپتو، برمی‌دارن یه زهر ازش می‌گیرن، یه ذره قاطی می‌کنن، میکس می‌کنن، می‌ریزن تو لوله پوله، از اون لوله یه چیزی تقریبا میشه آذب، آذب. می‌گیرن برای دارو درست می‌کنن باشه. البته خب قربونت برم، اونم شکار دیگه، منتها شکار بدون خشونت و خونریزی. شکار دیگه خاصیه. البته یه بار ناراحت نمیشه. یه بار ایشون می‌خواستن یه ماری بگیرن، نگو که این ماره تو کمین عقابم بود. اینو جفتشون همزمان میان که بگیرن، هی شاخ به شاخ میشه، هی این بکش اون بکش. شما عقابم که می‌شناسی، خصلتشو می‌شناسی، عصبانی میشه، همینجوری میگیره جر بجر می‌کنه. تا او چشش رو جرباجر کرده، حالا یه چشش نمیبینه، زخم شده، اینجوری شده، اینک هم میزنه بده. چه سرنوشت تراژیک. خیلی ناراحت کننده. چی فرمودی؟ منظورم اینه که هیچه ولش کنید. منظور خانومی که میگه چه صحنه وحشتناک. وحشتناک. آره البته بعد از این صحنه وحشتناک خیلی ترسیدن، خیلی ناراحت شدن، یه بوسیدن ما رو گذاشتن کنار. ما رو بوسیدن گذاشتن. همین عقرب رو میگیرن، زنده میگیرن، میبرن آسیبیتو پادزر. اونجا پادزر میگیرن که گفتم بهتون دیگه چیکار میکنه. وای خواهش میکنم اصلا حرفشم نزنی. برای اینکه من از تنها موجودی که میترسم عقرب. من میترسم. عقرب. یعنی اگه عقرب ببینم و در جا سکته میکنه. خدا رو شکر خانوم، ما اینجا هیچ گونه گزنده‌ای، خزنده‌ای، درنده‌ای نمیدونم جک و جونور نداریم، خیالتون راحت بشه. واسوس که داریم. جوز که حساب نمیکنه. شما ام بفرمایید بنده خودم خدمت میرسم، با یه دمپای ابری تکلیفش روشن میکنه. بسه کلی کار رو زمین مونده. بجام. خیلی خوب. بهتره بریم روز اول کاریمون رو شروع کنیم. شما هم هزینه آشو بفهمید که من پرداخت کنم. بشین یه کاسه دیگه بخور برو. خیلی ممنون صرف شد. ممنون. قابل شما رو نداره. اون یه کاسه آش بود دیگه. خانم مدی یه لحظه اجازه بدید. ببخشید. از قدیم گفتم گل رو باید هدیه داد به گل، آش هم با آش خوریش واولی شما رو نداره. چه جالب، من اصلا تا به حال همچین ضرب المثلی نشنیده. خانم مدیر مطمئن باشیم بعد از این هم نمیشوی، چون این از اکتشافات خود کریم‌هاشی ماست. بله آقا. سری برو دفتر خانم آمده کن، الان تشریف میارم. چشم آقا. وایستادی که؟ چشم. کجا؟ این وسط. چشم. حالا از همین وسط؟ بفرمایید. بازم تشریف بیارید مغازمون. چرا شما واسدی؟ چرا نشستین؟ سر کارتون؟ سر کار سلطان اشپاک. آقای سیرابی تو اصلا حواست سر جاش نیست. چرا؟ بابا وقتی ادب میگه، وقتی میگه پاک تو گرفته، شما نباید میذاشتی، همه تون حساب میکردی. چی میگی بابا؟ ما مهمون اونی، تکلیفت با خودت هم معلوم نیست. من دیرم این که یادواری کنیم، یادش نره خانم بودیرا. خانم جون من خیلی خوشحالم که یه خانم با وقاری مثل شما مدیر این پارک شدن. خانم آقا نداره، هر کسی توی هر جایگاهی که هست باید به تعهداتش عمل کنه. بله البته شما درست میگی، ولی منظور من این بود که خب خانم ما مهربون دارم. من ممکنه صورتم مهربون به نظر بیاد، ولی مثل فامیلین بسیار تو کارم جدی هستم. تو کار من باید همه چی نظم داشته باشه، کسی که تو پارک کار میکنن باید بسیار مرتب و منظم باشه. من تا یادم نرفته لطفاً به آقا کریم بگید بذاره به سر وضعش برسه، موهاش خیلی پریشون بود. آره یعنی برن آرایشگاه؟ پیرایشگاه. کاسه رو مرتب بچوید، اون سفره هم آشی شده، تمیزم شد کن، شما هم دیگه آشه تو بکن، راحت باشید. حالا دیگه موقع شد آشه تو بکنی خب؟ بیا جمشید،
بگی با تو دست درد کنی سر بگم با بلا تو هم خوب رسم دلوری رو بلدی ها این کلک همچی با یه دست گل میخو کوبیدی تا عبد اینجا همچی جونی تو باید گل نبودی نمک گیرش هم کردم تو دیگه که هستی بابا کارت درسته ببین تو اگه خروش بیمرد نمیشدی وقتی میومدی تو انهای دیگه هم دیگه دفته باقی ای بابا حالا انگاه با رئیس جمهور دیدار کرده بابا یه مدیر کار کردی که ببین تو سر کارت با قورباغه و عنکبوت و نمیدونم مار و این چیزا از الاغ زبان دیپلماسی حالیت نیست هرچی بمیدونم او 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 برگام ریخ آقای مهندس میگم این اتم که شکافتین حالا این چیزاش با من یکی بدو نکن دیگه تا شهر شده برو دیگه با من کار دارم رفتیم برو دیگه باسه بینم یه بریم چی شده؟ که زیپش بازه مشته تو دست کجم بودی اما نمیدونستی حرف دهنتو بفهم مگه گردو بوده که من بردارم بابا تو بمیری این سبک شده چی سبک شده؟ بابا ساک سبک شده اینا کل عقرب بودن خب بابا سبک شده که سبک شده خب غذا نخورده میدهش خالیه چی اینا غذا نخوردن اینا فرار کردن چی فرار کردن؟ چند درصد خطرناکن چی بگم قربون شکلت تقریبا میتونم بگم خیلی سر اینه که میدونم خیلی صفر تا صد دارم میگم اگه دروغ بهت نگم تقریبا صد بگو صد دیگه البت بستگی به شانست داره که چه نوع عقربی بزنته میدونی عقربا نژاد و انواع مختلفی دارن مثلا افریقایی اگه بزنته با توجه به ترافیک تهران 1% ممکنه زنده بمونی اونم شاید ها اما خدا نکنه که عربی بزنته بی انصاف حتی نمیذاره 115 رو بگیری مثل چوب کشکت میکنه اما قربون کبیرای خودمون برم عقرباش عشقی هم وقتی بزنن یه ساعتی مهلت میدن یه نفسی بگیری دوا درمانی کنی یه چیزی حالا بستگی به شانست داره کدوم بزنته دیگه بدبخ شدم بیچاره شدم یه چی دیگه فردا یه تیتر بزرگ میزنن یه آشفروش زاده عامل کشتار یه عده بیدفاع مردم تو پا جمشید من آدمی نیستم که با عقرب تو به قهقرا برم برم تو رو میکشم پایین صد دفعه بهت نگفتم که بیا ببر تا شهر نشده اما کشت ناکردم قربونت برم چرا اینقدر به خودت ارس میدی یه چیزیت میشه خاطر جمع ببین من تک تک اینا رو کفه این پارک پیدا میکنم آخه نفهم مگه خونه از بابا پارک چجوری میخوای پیدا بکنی باز اگه مار گم شده بود یه چیزی باز مار یه جزئی داره آدم قابل رویتی میتونه ببینه بابا این عقربه شعور نداره یهو دیدی دومش چرخ بود زد به تو رو لتو پار کرد اون موقع چی بگه وای آقا جون من اصلا نمیفهمم این چه کاری شما کردید آدم یه ساک پر از عقربو میذاره تو چرخ گردون اونم یه کیف زیپ دار اینو بگو این کیفه که الان دستت بود دست من گندم جون آره من اومدم داشتی در حتما اشتباه دیدی زیپ داشت دیگه بله خانم زیپ داشت زیپ مطمئن خودم کی به کی بسته بودم یه حرف دیگه نزن تو خودت نمیتونی زیپ خودت رو صفر بکنی
حالا چند تا بوده؟ والا اینجا چند تا فرار کردی؟ من شمردم تقریبا از 100 تا 27 تاشون زدن به چاه. 27 تا. ببینید اگه هر کدوم دیدین فقط به خودم بگید. نگاه من وسیله دارم اینجا. خودم با این وسیله میگیرمشون زنده. نکشی یا ایبایی میگیره. خب بگردید. خیلی خوب بگردید قشنگ پارک رو بگردید. شما برید اون بر خانوما. سب کن. خانوما آقایون. من اینا رو زنده میخوام. حالی تو شا یه وقت نکنه بله لهشون کن اینا زمنن. ما رو صدا کنید. دیدی صدا حواستون باشه. اینا تو این محیط سرعتشون کند میشه. فقط کافیه تمرکز کنید. چشاتون رو ریز کنید. همه جا رو اسکن کنید. کف زمین ها مطمئن پیداشون میکنید. چی تمرکز کنید؟ مگه یوگای همو؟ شاشایی با زن میمونه. من که اینقدر گرفتاری دارم جمع شید اصلا نمیتونم مغزم خالی کنم. فقط تمرکز رو امرم میتونم. بگر سوختم آتیش گرفتم. سولی مرد. چقدر تو میکشه حسد کنه؟ چه میدونم؟ گفتم که بستگی به عقربش داره و شانسش. اونی اصابش نمیخوره ولی عقرب میشه صد باشه. از کجا میدین گفتم؟ ول کنین این حرفا رو. خب بریم ببینیم چی شد این بنده خود. بابا آره بیا 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 بارستانم این نزدیکه کار نیست. باید ببریم سوال سوختگی. سولی کجا چی با روح و روانت بازی میکنه؟ کجا بودی؟ ببین چی میگم چی میگی؟ میگم که سوختم و آتش گرفتم. به جهنم که سوختی، به درک آتش گرفتی. امیدوارم یه آتش که به جونت افتادی جزغاله بشی. نصف عمر کردی با این شعر مسخره‌ات ما رو. آره اما میکنی. خب ما فکر کردیم عقرب نیشتون زده. این کارا چیه؟ عقرب؟ بابا کدوم عقرب؟ منظورش اینه که شما یه جوری فریاد زدی انگار عقرب نیشت زده. آره بابا شما رسما بیزوقینا. منو باش 3 ساعت دارم برای که شعر میسرایم. آخه تو کدوم شعر میسرایی؟ چیکار میکاره این داری بابا؟ این خلوچله نمیفهمه. واقعا خلوچله. سوختن میگم جمشید ما تا اینجا که اومدیم علاب شدی بی نتیجه نری میگه. من میگم بیا از همینجا بگردیم دو به دو. کریم حرفا میزنی مگه بزمجسی همه را بود و بود اومده باشه؟ من میدونم بزمجسی نیست. من میگم بابا از ساک در رفتن براشون زندانمون تو دیگه دویدم فرار کردن اومدن این بله. خب تو دوست داری بگم اولش ما اشتباه کردیم. اگه همون موقع سعی زده بودیم آتش نشانی الان پیدا شده بودن. راست میگه گندو. چی راست میگه؟ یه ذره به فکر آبرو من باشی دکتر. اگه ترسو بچه‌ها همه پارکو میگیره میدونی چی میشد؟ خر بیار باقالی بار کن. خب اما اگه بیشتر بودیم تا الان پیداشون کرده بودیم. آقا جون اگه کسی توریش بشه که خیلی بدتر. الان حداقل دو سه نفر میان کمک. لازم نکرده. ببینم اصلا مگه کسی رو سراغ داری که بیاد کمک؟ آره مثلا شازو تیمور. اصلا هر سمونه رو نزن بابا. یکی باید بیاد گلکاریه این دو نفر رو جمع بکنه. اونا نخود تو درشو تیس نمیمونه. شانس رو بودیم کسی نفر بیتالا. دنبال چی میگردی اینجا؟ بازمجر خانم جون کل نامه و فکس البته از منطقه اومده براتون که من گذاشتم تو کارتابلتون. امروز همه رو میخونم پاراف میکنم. آقای سیرابی شما هم یه لیست از پرسنل اینجا تهیه کنین، چه رسمی، قراردادی، چه پیمانکاری. بله چشم. آقای سیرابی حواستون به من هست؟ بله چشم. آخه سرحال به نظر نمیای. شرمنده مال بیخوابیه. یه خود دیشب من تو این ذهنیت بودم که بتونیم مراسم استقبال شایانی از شما داشته باشیم که شما ما اجازه ندادین. در اصل به ما پاتک زدین. به هر حال بهتره یه قهوه چیزی بخونین خوابتون بپره چون امروز خیلی کار داره. حتما. من دیگه باهاتون کاری ندارم. بفرمایید به کارتون. خواهش می‌کنم. تمدون. بله آقا. برو دیگه. چشم. با اجازه خانم. چشم. میگفت که اونم آدم حساس که بهتون لطف میشه کرد. لطفا از اینجا برید. ترک کنید پارکو. آقای بزار رو Mm-hmm.
چرا اینجوری شد؟ آقا چون چی شده؟ چرا رنگ آرود پریده کری؟ امو حالتون خوبه؟ اینا علائم سکته است، داره سکته میکنه. نه این فکر کنم از استرس زیاده، استرس بالا. آقا یه حرفی بزن. کریم بگو جمشید ای خاک بر سرم شد، عربی هم هست. ببین فقط کنید بفهمه که ترسیدی میزنه، بعد بعد میزنه. ببینم جمشید از این عقرم هست که بیماری سرم نمیرسه. آره قربونت برم، شرمنده تا بگیر دیگه. آقا جمشید تو رو خدا یه کاری بکن. خیلی خوب خیلی خوب، هول نکنی. ببینی اگه عقرب رو تحریک کنی میزنه ها، باید در سکوت کامل عملیات انجام بشه. مادر جمع شد یه برای کشی میگیری. سر دوستر نازه، اگه من مردم بایی خواهد خدا نکنه دخترم مردم حق وصیت میکنم سوم و هفتم و چهلم یکی یک کاسه آش مفتگی بده دست مردم. شبیان این جامعه هم به یادم یک کاسه آش مفتگی بده. اون کاسه کچیکا رو داری؟ اونا رو اون نه اون کچیکه. آره اونا رو یکی یه دونه بده شبیان جامعه مفتگی. چشم آقا جون چشم. بگم ببین اقرام که رو دست دیدی یعنی از این دنیا بریدی دخترم. شما وقتی با این جناب باشی حرفای نشینده زیاد میشنوی. این آقا روزی دو تا ضرب المثل صادر میکنه. نه عشقی؟ ببین گلانو جمشه تمومش کن. چش چش منو بین این دنیا اون دنیا علاف نکن. چش چش تکو تکونه خود تکونه خانون کنه همچی میکنی بابا، زهلم آب کردی پدر سلوات دیمه تو کارم بابا کنم. من نمیتونم نگاه کنم. ببین اگه سر را صدا بکنی عقرب دستشو میزنه ها. ببین جمشه جون میشه که باید برم یاد بشه بعد از مردن من یه حسابی رو همی داشتی بده به دخترم. خب ای بابا عشقی اون حسابه که چند بار بی حسابش کردیم تموم شد را. خب همه حساب در کردیم، نصفش حساب کردی، نصفش مونده بود. خیلی خوب اون نصفش هم واسه اون عقربایی که پیشت بود و گم کردی. به من شبه که من گم کردم تو زیب به باز گذاشی، تا زیبت خسارت به من بدی. یه ساعت کاسه میستم جاش نفروختم، تو اصلا وجدانت راضی میشه که حق یتیم رو بخوری؟ باشه وجدانت قبول میکنه؟ باشه باشه چشم جهنم و زرم. من صد تومن میدم به این دختر یتیم ببینم دردش دوا میشه یا نه. خوبه؟ آقای دورجون تو بگو دیگه. چشم دورجون دورجون دورجون، حالا خفه میشی به کارم برسم یا نه؟ تربیت ای بابا صدا نکن، تمرکزم رو به هم نزن. گرفتمه. تموم شد؟ آره برگشتی به زندگی. خب الهی شد که دخترم دیگه یتیم نمیشی تو. دمت گرمم اون چمشی. قربونت برم. ببین دیگه حساب بی حساب شدیم و دیگه عقرب پول و اینا جای خبری نیست. سر دختر روزم چیز کنده من حرفم پس میگیرم. برو اون یه بی شازده و تقویر بگو بیاد تا شر نشده. بودو بچه هست جرب کمشی بکنه. خب یکی دیگه هم رو کلاته. نه 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 ترس نه ترس قربونت برم. شوخی کردم بابا. سلام خوبی؟ ممنونم. کجا با این عجله؟ کار دارم. نه مستربی مشوش انگار حیرونی یه جوری. نه عجله داری کجا؟ نه عجله ندارم، با شازده کار دارم. با شازده چی کار داری؟ دیگه همه چیه که نباید شما بدونید. ببین سهر خانم من سرنگهبان یه پارکم ناسلامتی، از همه چی باید اطلاع داشته باشم. بله بله ولی از همه چی نباید اطلاع داشته باشید. دقیقا یا سهر خانم راستی نظرت در مورد مدیریت جدید پارک خانم جداکار چی؟ همه جدی کارم.
میگی؟ آره خانم جدی کار. آخه من نمیدونم شما اونجا بودی، من که نبودم، من باید از شما بپرسم نه شما از من. اصولا شما هم خانم، ایشون هم خانومه. گفتم با روحیات همدیگه بیشتر آشنایید. اصلا ربطی نداره، شما تو مراسم بودی، من که نبودم. راستش راست میگی سر خانم. ببین عمو کریم یه چیزی به من گفت ته دلمو کلا خالی کرده. میگه این مدیریت جدید امکان داره ازت خوشش نیاد، بگه اضافه وزن داری کلا اخراجت کنه. بابا شوخی زیاد میکنه، اصلا جدی نگیر. شما مهربون زیاد دیده میشه، وگرنه اضافه وزن داری سه بودی دیده میشه. آره دیگه این سر کنم، یه لحظه ببخشید. به من حجم زیبایی‌های خدا رو حجیم ترش کردم. بله اصلا موضوع از این قرار. بله. بعدش هم ببین میگم نکنه این منو بخواد اخراج کنه ها. نه واسه ببین شی... منو اخراج کنه، من 6 سر عائله دارم، 6 تا بچه دارم، 3 تا پسر دارم، 3 تا دختر دارم. سخت فیلم گرون اینا رو بزرگ کردم با این مخارج سنگین. میدونی میترسم که منو اخراج کنه بمونم تو فردا. نه میمونم تو فردا، نمیتونم اینا رو بزرگ کنم. میدونی خیلی سخته برای من. من اینجا زحمت کشیدم. آقا سلطان من کار دارم، خب بعدن راجبش حرف میزنیم. ببخشید، خیلی ببخشید. بچهای امروزی ها نگاه اعصاب ندارن، نمیشه دو کلام باشون حرف زد. بابا سلام آقا سیرابی عزیز، سلام سلطان. از دفتر خانم جدیکا تشریف میارید؟ آره بابا خیلی به هم ریختم. ببین سلطان یه چیزی میخوام بهت بگم، پیش خودم بمونه. امر قربان. احساس میکنم توهم میزنم، یعنی فکر میکنم مال کم خوابی باشه. دارم میرم پیش شازه قهوه بخورم. توهم؟ آره ببین راستش الان که اونجا بودم تو اتاق بودم، خب بعد احساس کردم که یه عقرب لای دست گل رو میز خانم جدیکار بود. نخند. ببین خودی میخنده. اگه خندیدی چاق شدی دیگه. راستش قربان یاد خدا بیاموز با بزرگم افتادم، تو روستا زندگی میکرد، بعد این اواخرم میگفتش یه خرسی اطراف خونش داره میبینه. بله خندش کجا بود؟ آخه بعد یه مدت عمرش داد به شما. چه ربطی به من داره؟ آخه همینجوری که نمرد. چه جوری مرد؟ آخه اصلا همون خرس اومد خوردش. خوردش؟ یعنی مرد کامل؟ مرد. یعنی این که تو داری میگی توهم نبوده؟ نه 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 بوده. پس واقعی بوده؟ همه چیزی ناغافل یادم خدا بیامرز افتادم. در مورد شما که 100% توهم زدی. آخه این پارک کجا؟ عقرب کجا؟ قربونت برم. تو مطمئنی من توهم زدم؟ باشه. گیره کنه وکی راست میگی؟ آره دروغم چیه؟ آخه من نمیتونم این گره برکنه. باشه از دنقدر بهونه نیار دیگه، یه کلمه بگو میترسم و خلاص. من هیچی نمیترسم. آها پس چون آدم ها واسط مهم نیست، اگه دیر به جنبی کلی کشه رو دست مدیریت پارک میمونه، اون وقت میدونی که شما شریک جور می. رب ندارم، من نمیام. خیلی خوب، نیام. چرا پشمک رو برداشتی؟ وای فکر کن اگه یکی از اون عقربا پشمک رو نیش بزنه چی؟ فکر کن پشمک خوش یه گوشه انگلیه. بردار دیگه. الو سلام آقا فرید، خوبی؟ ببخشید. نه نه من هنوز اینجا هم. یه دلیلی دارم که نیومدم هنوز خدمتتون. اینجا یه خبرهایی شده، نمیدونم چیه، ولی خیلی دارن مشکوک میزنن. آره از همه خوف کرده. نگران نباشید، من تحتوشو در میارم بعد میام خدمت شما. بله فعلا با اجازه، خداحافظ. عمو یکی اینجاست. بودو بودو بیا جمشید، جمشید بیا. آره آره یکی اینجاست. اینجا ای خوش گلی بزر. آه گرم داره. نگاه چقدر خوش گله به خدا جون. این
با اینجا که آب همش. بله من که شکره تمام نمه برو. عقرب که تو گوبیا بنا سیاهی. من فقط موندم چرا به جای مار یا هر جک و جونوری دیگه عقرب دیدم. شاید واسه خاطر اینه که مار رو دست گل جا نمیشه. نخند همش نیشت بازه. من میگم عقرب دیدم، منو مسخره میکنی؟ نه والله دخترم چی داری میگی شما؟ بس یه عقرب چیه؟ هیچی کریم جون، آخ سیرابو فکر میکنه که عقرب دیده. کجا؟ اضافه نزن آقا، هایی جایی جا شبا که خوابش نمیبره توهم میزنه. تو مطمئنی توهم بوده؟ آقا معاونت محترم این پاک جناب آقای سیرابی بله. یه توهم ریزی میزنه، کجا؟ توی اتاق خانم جدیگان. که چی؟ یه عقرب به این بزرگی این گلی که شما دادید به خانم جدی کار داره راه میره. این بعد بچه‌ها اینجا چی بیچاره چی شده؟ نه نه چیزی که نشده. نه انگار یه چیزی شده. نه نه شما چرا اینقدر نگرانی؟ ها شما چرا اینقدر نگرانی؟ توهمه دیگه پیش میاد. بله پیش به توهمه دیگه پیش اومده. جونم برو سر کارت، منم برم یه قهوه بخورم، شاید اینجوری توهمم کم شه. باشه قربان. بگا ببین آقا تا سلطان جان این آقای عشقی ما بله. یه چند تا عقرب از سایکش در رفت در. یعنی زیفش عقرب واقعی؟ کریم تو مسلمان نیستی، دلمو بریدی. دل خودم هم بریده شده، از ترس نمیدونم چی کار بکنم. بابا چرا انقدر هول کردین قربون شکلتو؟ نترسی، همه چیز تحت اختیار منه. یه چند تا دونه مونده اونارم بگیرم خلاص. وای خانم جدی کار کوچه‌لره سوساب میشم، کوچه‌لره سوساب میشم، یار گلنده تو ظلمسون، یار گلنده تو ظلمسون، بلا گلسین الا گتسین، الا گلسین بلا گلسین، آرامیزا ظلمسون. آقا تیمور بیا. آرامیزا چه خبرتون اومدید وسط کنسرت منو به هم ریختین؟ شما که همین کنسرت جا میکنی؟ خب برای شادی و نشاط اون مومیه. آقا تیمور احتیاج به کمک داریم. آخه آدم ناحسابی، آدم ساک پره عقرب زهریشو همه جوری میزنه میره. آبا صدت بیار پایین، ای عربده میزنه عشقی. بس 30 سال کارم اینه، با همه جور جک و جونه برای عشقی هم سر کار داشتم. ای اولین بار این مصیبت سرم اومده. میدونی سلطان بعدش میدونی چیه؟ همه جور عقرب هست، یکی از اینکه خطرناک کرده. آی کریم کریم تو دل منو بریدی. حالا اینقدر دست دست کنی تا این عقرب زلف چچ خانوم جدی کارو بزنی. گلم دلم میکنه. ایمو بیچارم کردی یا کردی؟ آخه این چه کاری بود ناکره تا؟ من کاری نکردم، همش مقصر این جمشید چکارچیه نامرد. عمو ول کن این حرفا رو، الان اگه اتفاقی بیافته وقت فکر میکنن شما به عمد این کار کردین. من که میگم بریم صادقانه همه چی رو بگی. بریم بگیم ما دست گل عقرب دار بدادیم که با کشیمه داره دختر. آخو چون این چه حرفی، اتفاقی شده دیگه. شده اونی که من دیدم همین اول کاری همه من اخراج میکنن. ای بابا آقایون انقدر دست دست نکنی، اگه یه عقرب بزنه خانم بمیره اون وقت چه کار که به سرمون بریزی؟ چرا اینقدر میترسی شما؟ چرا اینقدر شلوغش میکنی؟ این خانمی که من دیدم اتفاقا به نظرم خیلی هم آدم منطقیه. خب برین حقیقت رو بگین دیگه. هیچی از طلاقه بهترنی بفرمایید خانم. اگر اونجا تو دفترش وایسادیم بعدم با اردن این بار بندازه بیرون، شما میایید پا شما؟ چی کارم؟ بیا من چی کارم؟ اصلا چرا به خانم تمدن نمیگید که بره از اتاق خانم جدی کار دستگل برداره بیاد بیرون؟ خواهش میکنم خواهش میکنم، با یه بیگناه دیگر وسط نکشین. دختر جوان مردم چه گناهی کرده آخه؟ خانوما آقایون اگه یه وقت عقرب دست گل بیاد بیرون این خانوما بزنه بمیره، یه خاکی تو سر من میشه 100 برابرش تو سر شما. بابا بجنبید بگیر دیگه شما را شو دیگه هم دو بایچه نگاه میکنیم. الو خانم تمدن سلام، من تیمورم. میگم که ببخشید من مزاحم شدم، میخواستم اگه زحمتتون نیست یه تکبه تشریف بیاردم این چرخ گردون، یه مطلب مهمی بود میخواستم با هاتون ببخشید. امر خیر
نه نه خیر نیست که بابا. خیر نیست. آره. البته خیر نه نه از اون بابت خیره، ولی اصلا شما چیکار به خیر و شرش دارید؟ مهم اینه که مطلب مهمیه. نه حالا انقدر عجله نکنید تو تصمیم گیری. بله اما این داره خواستگاری میکنه. خب آدم خوب و بد ارزش رو داره. بده من ببینم خانم، خوب گوش کن چی دارم میگم. خانم بابا بس نکن، وقت نداریم، فقط گوش کن. همین الان میری تو دفتر خانم جدیکار، اون گلیه که کریم آشی دادش، یعنی من دادم، ور میداری میاری بیرون، میندازی تو سطح آشغال تا ما برسیم. چراییشو بعدا میفهمی. بس نکن بابا، فقط این عملیات و دو چیز خیلی مهمه. توی عملیات مهم گوش کن. اولی چیزی از اون گل بیرون نشه چون خیلی خطرناکه. دوم که خانم جدیکار اصلا متوجه نشه. ابدا. تمام. تمام. آه. ای بابا کریم جون بلی. چرا قضیه رو داری جنایش میکنی آخه؟ عشقی خب جناییه دیگه. جنایی. بابا یارو بمیره خب جنایت داره دیگه. میرم زندان، حالیت نیست. خب پاشیم بریم اونجا. بابا کلک خانم جدیکار از اتاقش بکشونیم بیرون، یه نفرم بره دست گل برداره. آفرین دختر. آفرین به این عقلت. بسیار فکر بکریه. فقط با چی کلکی اونو بگو. آه. چه کلکی؟ آه دیگه نمیدونم تو راست. حرف نزن دیگه. خود میزنه. تکلیف این بقیه عقربا چی میشه پس؟ بابا بقیه شو مهم نیست، یه چند تایی بالاخره پیدا میکنیم. مهم اون یه دونه است که تو اون دفتره. آقا تیبور با شما گندو اینجا میگردی دنبال گند چیست؟ عقرب. شما هم دنبال من بیایید. کجا میگردی؟ مشتری هم اومد کاسه 20 تومانی کوچیکا 15 تومن چشک و پیاز داغ هم باقایده بریزی، نه کم نه زیاد. باش آش بفروشیم یا دنبال عقرب بگردیم؟ آقای عملیات شما نباید اسمی چیزی داشته باشه. آفرین کلا. میگم اسمشو بذاریم عملیات عقرب سرخ. هر موقع خاصی به ما علامت بدی این قفس رو اینجوری تکون بدی. یه جوری انگوله گو یه جوری پیچیده صداش در بیاد. جیغ بلده؟ جیغ میزنه؟ نه غلطه، تره کلاق که میتره کلاق بلده. آخری باری که صدایشون رو زنده تو اتاق شنیدی کی بود؟ شازده باید با پشمک بره تو اتاق. من؟ آره راست میگاری تو. بگه که من دوچاره بیماری خاص شده. جوزان داری؟ من فوبیه عقرب دارم. ماشاءالله اضافه شو به تو نمیاد. آقا چون دارم میگم فوبیا. زندگی جاری جاری زیر